امروز در بخش حال شما در رابطه با ارتودنسی صحبت میکنیم. امل جان، داشتن لبخند زیبا با دندانهای منظم و مرتب گاهی به یک آرزو تبدیل میشه بر بعضی افراد، و امروز ما هم صحبت میکنیم که چطور میتونیم دندانهای منظم و مرتب داشته باشیم، و ارتودنسی هم یکی از روش های است که این نظم بر دندانهای ما میته. و دکتر سمیرا عزیزی با ما هست در این بخش، متخصص دهان و دندان. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و همه بینندگان، صبح همگی بینندگان هم بخیر باشه. بسیار خوش آمدین دکتر. از حرف مریم اگر شروع بکنیم، چطور میتونیم دندانای منظم خوب داشته باشیم؟ آیا ارتودنسی میتونه کمک بکنه؟ ارتودنسی یا همون سیم کشی دندان به اصطلاح عام که مردم میگن، یک روش است، یک درمان است که برای صاف کردن دندان ها استفاده میشه. بسیاری از افراد هستن که دندان های نامنظم دارن و شکایت ازی دارن که دندان ها منظم نداره. بعضی از افراد هستن شکایت ازی دارن که وقتی ما یک چیز میجویم یا میخوریم، نان میخوریم، دندان ها به خوبی روی همدیگه قرار نمیگیره. مثل تصاویری که و مشکل ازی دارن که دندان ها حتی به تمیز کردن، برس زدن از اینا مشکل دارن، مشکلات بیره پیدا میکنن. و این درمان ارتودنسی بسیار موثره که هم ما میتونیم بیره های سالم داشته باشیم، هم دندان های سالم داشته باشین، و هم حتی مشکلات فکر بتانین اونا رو هم تصحیح کنین. خب ارتودنسی بهتر است در کدام سن صورت بگیره و انجام شود؟ بیشتر سازمان طب دندان آمریکا اعلام کرده که بهترین سن برای معاینه که تشخیص بدین که آیا این فرد نیاز به ارتودنسی داره یا نه، در سن 7 سالگی است. یعنی وقتی یک طفل 7 ساله رو پیش دکتر دندان میبریم، اگر معاینه کنه به راحتی میتونه تشخیص بده که آیا این مشکل دندان یا مشکل فک داره یا نه. ولی شروع درمان از سن 8 تا 9 سالگی است. کسی که مشکلات فک داره، مشکلات دندان داره، میتونه از سن 8 تا 9 سالگی درمان شروع کنه. البته او سیم کشی که ما میبینین از سن 8 تا 9 سالگی نیست. او یک سیم کشی دائمه که بعد از سن 12 سالگی یا 13 سالگی که تمام دندان های فرد رشد کرده، دندان دائمی بیرون شده، دندان شیر از دست رفته، دندان های دائمی شروع میشه. بله. دکتر صاحب، کیا ارتودنسی انجام میدن؟ افرادی که بی‌نظمی دندان‌ها دارن بیشتر مراجعه میکنن. کسایی هستن که میبینن در حالت عادی با یک فرد نرمال فرق دارن. دندان‌های پیش رو اینا زیاد جلو آمده، فک بالا، یا فک پایین. میبینید دندان‌های فک پایین از دندان‌های فک بالا جلوتر است. بله. بی‌نظم است. یا وقتی که میگه دندان‌های خود رو هم میگذارم، این دندان‌ها روی هم قرار نمیگیره. در حالت طبیعی باید دندان‌ها روی هم قرار بگیره. و فرد هیچ مشکل نداشته باشه موقع غذا خوردن، موقع حرف زدن و موقع حتی تمیز کردن دندان ها نباید. او یک فرد نرمال است. در غیر این صورت یک فرد نرمال نیست و حتما باید به فکر درمانی باشه. چرا افراد دچار این بی‌نظمی در بین دندان های خود میشن؟ علتش چی هست؟ هم علت ارث ژنتیک، هم علت محیط. یعنی خیلی کسایی هستن که ژنتیکی دندان های نامنظم دارن، پدر مادر یا دندان های نامنظم داشته و طفل هم داره. خیلی کسا هستن که از محیط تاثیر میپذیرن، یعنی اطفالی هستن که مدام انگشت خور میمکن یا عادت دارن یک چیز داخل دهان خوب بدن. اینا باعث میشه که مثلا دندان های جلوی از اینا بی‌نظمی پیدا کنه، یا دندان هایی که مثلا لق شده مدام دستکاری میکنن، دست میزنن، یک عادت هایی دارن که اینا باعث تغییر شکل دندان ها میشه. بله، یک تماس داریم. جمیله جان از قصبه تماس گرفتن. سلام جمیله، صبح بخیر، بفرما. تشکر مریم جان. سلام بخیر، سلام به ایمل جان و سلام به دکتر. زنده باشید. یک سوال داشتم از دکتر. بفرمایید، سوالتون رو بپرسید. بله، قطع شد متاسفانه. خب تماسشان قطع شد. من یک چیز دیگه هم بگم. از یکی از دلایل اصلی بی‌نظمی دندان اینه که دندان های شیری اطفال زیاد بیشتر، یعنی خیلی زود کشیده میشن. یعنی به وقت خود که باید دندان ها بفتن یا کشیده بشن، زودتر پدر مادرها تا میبینن یک ذره پوسیدگی دارن، میگه دندان شیریس بریم بکشیم، و این هم باعث میشه که دندان های زیری زودتر از وقت خود بیرون بیاین و بی نظم باشن. بله، از تفاوت صحبت بکنیم که سیم کشی متحرک و سیم کشی دائمی چیست؟ آیا کدام فرق بین اینا وجود داره دکتر صاحب؟ بله، سیم کشی متحرک یک پلاک میسازن، یک وسیله است که داخل دهن قرار میگیره، شامل یک سری سیم ها و فنر هاست. بله. همین سیم ها؟
نه این سیمکشی ثابته، سیمکشی دائمیه. این دائمیه. او یک قسم است مثل پلاگوری داخل دهن قرار میگیره و فرد میتونه اون پس برداره. دوباره سر جای بگذاره موقع غذا خوردن. بیشتر برای اطفال و سن پایین استفاده میشه و یک برتری که نسبت به اینا داره اینه که فرد میتونه اون برداره و دوباره سر جای بگذاره. و این سیمکشی چگونه است؟ این سیمکشی دائمیه. او یک سری قلابا یا براکت ها که شما میبینین بر روی دندان نصب میشه، از بین از اینا سیم عبور داده میشه و یک سری کشایی که نمیبینین رنگ متفاوت داره اینا گذاشته میشه. این سیمکشی دائمی یک روش دقیق تر است، یعنی ما به نتیجه مطلوب تر و بهتر میرسیم و بیشتر هم در بزرگسالا استفاده میشه برای منظم کردن دندان ها. بله دکتر صاحب، سیمکشی مخفی هم وجود داره؟ سیمکشی مخفی هم هست، یک سری غالب از مریض میگیرن در پشت دندان ها یا نصب میشه یک سری از جنس پلاستیک بسیار سخت و محکمه که کسی خیلی قابل تشخیص نیست. بعضی از مریضا هستن که میگن ما دوست نداریم که این سیمکشی دیده بشه و از سیمکشی مخفی استفاده میکنن. و اینو سیمکشی دندانا که ثابت و دائمی هست، برای چه مدت باید در دهان و دندانای یک فرد باقی بمونه؟ بستگی داره به شدتی که مشکلات فرد، یعنی هرچی که مشکلات فرد بیشتر باشه این مدت زمان طولانی تر میشه، هرچی مشکلات فرد کمتر باشه این مدت زمان کمتر میشه. از 6 ماه تا 2.5 سال حتی امکان داره که این درمان طول بکشه و همچنین بستگی داره به سن مریض. هرچی سن کمتر باشه ما زودتر درمان طولانی کمتره و هرچی سن بالاتر باشه درمان طولانی تره. همکاری مریض هم خیلی تاثیر داره، یعنی هرچی مریض همکار باشه. چه نوع همکاری میتونه داشته باشه مریض؟ یکی اولین چیز که مریض خیلی باید مراعات کنه، واقعا میگم خیلی تاثیرگذاره، اینه که بهداشت دندان خورد. کسی که فردی که ارتودنسی میکنه باید خیلی بیشتر از افراد معمول رعایت کنه، چون این سیم پیچیا که میکنن این مراکتا که از محل تجمع میکروب میشه، اگر برس نزنه اینا باعث میشه که دندان ها بسیار تخریب بشه، بیرا تخریب بشه و مشکلات زیاد به فرد ایجاد کنه. خب از طریقی برس کردن برای افراد بگوین که این افراد چطور باید دندانهای خود را برس کنن؟ به خاطر یک اندازه سخت میشه لابلای این سیما مواد غذایی گیر نکنن. بله، برسای دندان کسایی که سیمکشی دندان میکنن بسیار متفاوته با ما. یک سری برسای بسیار ریزه که بین سیمار پاک میکنه، یک سری برسای هم هست که وسطی یک ذره حالت خالیگا داره که سیمایی براکتا و سیمار پاک میکنه و حتی تارای دندان مخصوص هم دارن که بین سیما و دندان ها میره و دندان ها رو تمیز میکنه. اینا حتما در جلسه اول که دکتر دندان سیم نصب میکنه، براکت نصب میکنه، حتما بازو توضیح میده و حتی خیلی هم در همو کلینیک خود این برسا مخصوصی تارا مخصوص دارن که به مریض میدن و مریض طرز استفاده رو حتما یاد میگیره جلسه اول که چه قسم از اینا استفاده کنه. دکتر سبی در آینده کدام آسیب برای دندان ها نمیرسونه؟ عمر دندان ها رو کم نمیکنه؟ نه، عمر دندان ها اینا کم نمیکنه. سیم یا براکت به هیچ عنوان تأثیری روی دندان ها نداره. ولی اگر ما گفتم مریض رعایت نکنه، بهداشت دهن دندان خود رعایت نکنه، امکان داره دندان ها پوسیده بشه، بیراها حساس بشه و از اون بابت به دندان ها آسیب برسه. ارتودنسی در دوران بارداری امکان داره؟ ببینید دوران بارداری یک دوران بسیار حساسه. گفتین که ما تغییرات هورمونی زیاد داریم در دوران بارداری، بسیار هورمونا بالا میرن و باعث میشه یک فرد که یک کم درد دندان داشته باشه یا یک کم درد بیره داشته باشه زیادتر از افراد معمولی اینا رو احساس کنه. کسی که باردار است چند تا مشکل داره اگر خواسته باشه ارتودنسی کنه، نمیگم که نمیتونه، میتونه، ولی یک سری مشکلات نسبت به افراد عادی داره. یکی که افراد نمیتونن ایکس ری یا عکس دندان بگیرن و یکی که درد بیشتری نسبت به افراد معمول دارن و بیراش و دندانش یک درد بیشتر احساس میکنه. اگر در ماه اول بارداری باشه حتی ممکنه حساسیت و دلبدی پیدا کنن نسبت به سیما و براکت ها. پس میتونن انجام بدن ولی با یک سری مشکلات و محدودیت ها. بله، یک دوست ما سوال مطرح کردن، سلام براتون، تقدیم کردن، گفتن آیا ارتودنسی یا سیمکشی یک درمان دائمی هست؟ ببینین همه ماها شما چه ارتودنسی بکنین چه ارتودنسی نکنین، دندان ها ما در طول مدت هر چه سن میگذره یک جابجایی داره، یعنی همیشه در حال حرکت هن دندان های قسم نیست که سر جا خوب باشن حرکت نداشته باشن. همه ما دندان ها ما یک حرکت در طول عمر ما داره. 100% نمیگیم درمان دائمیه ولی یک درمانیه که دوباره به حالت قبل بر نمیگرده.
و آیا کسانی که ارسی هم دندانهایشون نامنظم است با ارتودنسی یعنی جواب میده برشون دندانها میتونن نظم پیدا کنن یا نه؟ بله حتما میتونن. فقط یک چیز هست، مشکلات فکی اگر که فرد داشته باشه قبل از سن 12 سالگی، از 8 بله. تا 12 سالگی میتونه مشکلات چی کنه، ولی بعد از 12 سالگی حتما باید جراحی بکنه. دکتر صاحب تماس از داود جان هم میگیریم، دوباره برخط گشتیم. داود سلام، صبحت بخیر. داود جان خب تماس از داود هم قطع شد. در رابطه با تغذیه هم میشه صحبت بکنیم که در این دوران چی باید بکنن؟ افرادی که ارتودنسی میکنن رژیم غذایی خاص دارن، مثلا این افراد باید از خوردن مواد سخت بسیار پرهیز کنن، از چک زدن سیب زردک باید مثلا پرهیز کنن، خوردن جاری مثلا بسیار مضر است، باعث کندس شدن براکت ها و سیما میشه، بعد از اون چیز پرهیز کنن، سعی کنن از مواد غذایی نرم مثل سوپ، آش، پنیر زیاد خیلی خوبه که استفاده کنن، شیر، ماست، رژیم غذایی نرم داشته باشن، از غذای سخت میوه خشک سخت مثل بادام زیاد استفاده نکنن. و آیا کسانی که ارتودنسی میکنن در گفتارشون مشکل ایجاد میشه؟ ببینید در گفتار مشکل ایجاد اگر براکت به درستی نصب نشده باشه، یعنی دکتر رو به درستی نصب نکرده باشه، امکان داره به گفتار مشکل ایجاد بشه، ولی در کل وقتی که ارتودنسی نصب میکنن، براکت نصب میکنن، یک کم به گفتار مشکل ایجاد میشه، فقط موقتی، بعد چند روز بعد فرد که عادت کرد، چون یک چیز بیگانه وارد دهن مریض شده، بعد از چند روز دوباره گفتار به حالت نرمال برمیگرده. بله شم سلام تقدیمتان کرده، سپس سوال خودم مطرح کرده در رابطه با ازینه ازی پرسیده که ازینه چقدر خود بود؟ خب هزینه ارتودنسی فرق میکنه، هرچی درمان طولانی تر باشه هزینه بیشتر، هرچی مشکلات بیشتر هزینه بیشتر داره. اما هزینه مناسبی داره در افغانستان درمان ارتودنسی؟ بستگی داره، هزینه یکم بالا است نسبت به، چون درمانی طولانی، یعنی درمان مریض باید هر چند وقت یک بار دوباره باید بره که دکتر چک کنه دندانش. بله مریض که ارتودنسی میکنه، خیلی از مریضا در همون ماه اول حتی دو بار امکان داره دکتر اونا رو ببینه، و بعدی هر ماه باید مراجعه کنن، چون این سیلی که میگذارن، این کشایی که میگذارن، خود براکت اصلی که میمانه این هست خود. ولی که سیم بعد هر چند وقت عوض بشه تا حرکت دندان ها به اون سمت که دکتر تشخیص میده کنترل بشه. بله 30 ثانیه فرصت داریم، حرف اگر باقی مانده باشه دکتر صاحب، بسیار کوتاه. برامی مریضان حرف خاصی ندارم، ولی هر گونه نامنظمی دندان اگر باشه سعی کنید در سنین کوچکتر رو درمان کنید، هر چی سن بالاتر بره این مشکل سخت‌تر حل میشه. بسیار تشکر، بسیار خوش آمدید. شما میتونید که تکرار برنامه را شب ببینید، یک ساعت برنامه تکرار داره، و همچنان میتونید که بخش و قسمت های مختلفی از برنامه را ما همه روزه لینکش را در صفحه بامداد خوش با شما شریک میسازیم و میتونید شما در یوتیوب تماشا کنید. وقفه میگیریم. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید، و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنید.